آتنا دائمی، فعال حقوق کودک، در حالی 32 روز اعتصاب قضای خود را در زندان اوین پشت سر گذاشت که سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامت آن زندانی ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل با ناعادلانه دانستن زندانی کردن آتنا دائمی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، فراخوان ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی داده است. آتنا دائمی پیشتر در دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 و توهین به رهبری به 2 زندان محکوم شده بود. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، در ارتباط با آخرین وضعیت سلامت او به صدای آمریکا اینگونه توضیح داد. ما یک شنبه که ملاقات داشتیم باهاش و وضعیتش با خبر شدیم که حالش زیاد خوب نبود و 2-3 جلوترش هم پزشک خانمی اومده بوده که برای معایناتش ازش حالش رو پرسیده بود. فکر کنم دستور داده بود که اینو ببرم بیمارستان چون این وضعش خیلی ناجور بوده. چون توضیحاتی که برای پزشک خانمی داده بوده وضعش ناجور بوده. دیروزم که اونو آوردن بیمارستان دیگه، از بوین آوردنش بیمارستان که ما همه پیشش بودیم و خیلی ازش چکاپ گرفتن و آزمایش‌های مختلف. سلام، چون حالش خیلی بد بود نتونست بمونه، بردنش دوباره اوین و حالش زیاد خوب نیست دیگه. امروز 32 روزشه. ولو میرم با خودش که بهش میگن که برای ما مهم نیست، تو اعتصاب کردی بمیر، اصلا بمون، اصلا هر کاری میخوای بکنی. با اون اینجوری حرف میزنم، ولی خب به ماها مثلا میگن آره ما دنبالش هستیم، داد پروندهش باید بره تجدید نظر که هنوز هر روز پدرش میره تو زور علاف همین اداره جاته، همش میره میپرسه، میگه هنوز نرسیده. والا من نمیدونم دارن چی کار میکنن، بعید میدونم، کاری نمیکنن اینا. معصومه نعمتی، مادر خانم دائمی، پیش از این در نامه‌ای به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، عنوان کرده بود که با وجود پیگیری‌های بسیار او، مسئولان جمهوری اسلامی هیچ توجهی به اعتصاب قضایی آن زندانی نشان نداده و جان یک انسان با اهداف انسان دوستانه به خطر افتاده است.